علی متحری نایب رئیس مجلس ارتجا بار دیگر از سرکوب زنان شریف میهنمان به بهانه آخون ساخته بدهجابی حمایت کرد و درباره ضرب و شتم وحشیانه یک زن هموطن گفت مقاومت در برابر پلیس اشتباه است من مخالف هجاب اختیاری هستم حکومت اسلامی باید هجاب را کنترل کند همچنین رحیمی سرکرده نیروی انتظامی رژیم در تهران بار دیگر در دفاع از اقدام وحشیانه مأمور نیروی انتظامی در ضرب و جرح یک زن هموطن به صحنه آمد و خبرهای مربوط به تنبیه این مأمور را تکذیب کرد و اعلام کرد که او قصوری در انجام وظایفش نداشته است. در وضعیت بحرانی اقتصاد رژیم آخوندی شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز یکشنبه با 473 واحد کاهش به پله 93810 واحدی سقوط کرد. به گزارش رسانه های رژیم شاخص بازار فرابورس نیز با کاهش بیش از 3 واحدی به پله 1051 رسید. رژیم آخوندی بلیت و هزینه اتوبوس، مینیبوس و تاکسی در تهران را دوازده و نیم درصد گرانتر کرد. گرانی بلیت اتوبوس و مینیبوس در حالی است که حقوق کارگران میهنمان با توجه به افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول ایران نه تنها افزایش نیافته بلکه قدرت خرید آنها به شدت کاهش یافته است در همین حال رسانه های رژیم از افزایش قیمت خانه تا 50 درصد در برخی نقاط تهران خبر دادند شامگاه شنبه هشتم اردی بهشت، یک دختر نوجوان چهارده ساله در منطقه رحیم آباد اشنویه، با حلقاویز کردن خود دست به خودکشی زد و متاسفانه جان باخت. در هشت روز اول اردی بهشت ماه سال جاری در حاکمیت زن ستیز آخوندی پنج زن و دختر هموطن کرد در شهرهای ارومیه، بوکان، مریوان، روانسر و اشنویه با خودکشی به زندگی خود پایان داد.